مورد آخری که براتون توی لیست من آخر قرار گرفته لیسنینگ هست، که یک سی دی رو باید، یک ترک رو شما ترک رو باید گوش کنید و باید به پرسش ها پاسخ بدید. شما 40 دقیقه بهتون وقت داده میشه و توی 40 دقیقه شما باید گوش کنید، 30 دقیقه رو باید گوش کنید و 10 دقیقه فرصت دارید که مطالب رو بنویسید. مطالب رو هرچی که یادداشت برداشتید و هر چیزی هست رو بیارید داخل اون پاسخنامه قرار بدید. به تلفظ بریتانیایی، به تلفظ انگلیسی عادت بدید خودتون رو، همینطور واژه های انگلیسی، بعضی از واژه هایی که شما بلد هستید امریکن هستن. مثلا شاید شما اگپلانت رو شنیده باشید اما اوبجین رو نه، و بعد وقتی میگه مثلا اوبجین و شما میگید خدایا این اسم کدوم شهره و نمیدونید که این همون اگپلانت یا همون بادمجان هستش، و خب این واژه رو از دست میدید، اصلا کلا موضوع شاید از دستتون بره. اون فقط تفاوت دوتا زبان، این دوتا در واقع گویش هست. هر دو انگلیسیه اما انگلیسی رو بلد باشید، چون لیسنینگ شما، اون چیزایی که توی ریدینگ شما میاد و اینا همه بریتیش هستن، واسه همین شما باید به واژه های بریتیش و توی لیسنینگ به تلفظ بریتیش آشنا باشید تا اینکه بهتر بتونید امتحانتون رو پاس کنید. بهترین جا هم برای اینکه بتونید با اینها آشنا بشید BBC هست، BBC English، okay، bbc.co.uk یا همون BBC، در حال بریتیش هست، سایتش، شبکهش، همه اینها بریتیش هستن و به شما کمک میکنن که با بریتیش بیشتر آشنا بشید. باز هم به همون ترتیب پرسش ها رو بخونید، پرسش ها رو چند بار بخونید، با دقت بخونید و ازش به این ترتیب ازش نتیجه میگیرید. اون چیزی که توی پرسش اومده به اون دقت کنید، دور نشید از قضیه، ببینید چی از شما میخواد، اون اینستروکشن که به شما میده رو دقیقا این همون جلو برید. حواستون پرت نشه از اون چیزی که بهتون داده. اگر در رابطه با نمیدونم ای داره از شما میپرسه، شما ممکنه برید در رابطه با ا حرف بزنید. اگر پرسش رو خوب دقت نکنید، اگر بگید که نظر باب چی بود، اگر شما نظر پال رو بگید هیچی، همه رو غلط، یعنی نمیگن که خب آره اینم جزء لیسنینگ بود، خوب گوش داده، فهمیده. نه، هیچ ربطی نداره، نظر باب رو خواسته، نظر باب فقط اینه. اون یکی هر چقدر که شما قشنگ این خودش هم نمیشه باشید فایده ای نداره و یا تیکس اشتباه زده باشید، نمرتون رو از دست دادید. اسپلینگ مهمه، املای شما مهمه. نگید که خب این که لیسنینگه، به هر حال لیسنینگ، من تو رایتینگ هم خیلی دقت کردم، اینجا مهم نیست، تونتون بنویسم برم جلو. نه، توی لیسنینگ شما گوش که کردید، هرچی که نوشتید باید دقیقا اسپلش درست باشه، اونجا هم نمره اسپل داره، اسپلتون رو املا دیکته، و اونجا به خاطر اینکه شما دوتا واژه رو این برمان نوشتید یه امتیازهای کوچیکی رو هم اونجا از دست میدید. واسه همین دقت کنید، اون فرصت 10 دقیقه رو که دارید به اسپلتون هم توجه کنید. حتما ببینید که مثلا دبل ها رو گذاشتید، دوتا تی رو گذاشتید، دوتا ال رو گذاشتید، هر چیزی که هست بهش دقت کنید. واسه همین میبینید هر موضوعی رو که در موردش مطالعه کنید اینجا به دردتون میخوره تو این امتحان. به دقت گوش کنید، ببینید در رابطه با مثلا در رابطه با لامپ داره صحبت میکنه یا لامپس. اگه میگه که مثلا این لامپ اینه ویژگیش و اما لامپ های دیگه اونا هستن، بعد شما در مورد میگه که خب ویژگی لامپ رو بگید، بعد شما در رابطه با ویژگی لامپ ها صحبت میکنید، هیچی، یعنی انگار نشنیدید، این بار رو نشنیدید. پس حواستون باشه این که مثلا از شما در رابطه با قرمزا میپرسن آبیا رو میگید، در رابطه با جمع میگن شما منفیا رو میگید، مفردا رو میگید، مثبتا رو میپرسن منفیا رو میگید. اگه همچین اشتباهی بکنید هیچ کارش نمیشه کرد، نمیشه بگیم که آه خوبه در اینو نگفته ولی اینو گفته. نه، کل امتیازی که برای اون پرسش هست رو از دست میدید. پس حواستون به این قضیه های کوچیک باشه، یه اس کوچولو میتونه یه امتیاز از شما بگیره، شما در رابطه با اون چیزی که نخواستن پاسخ بدید. اوکی، دست خط شما خیلی مهمه، اون چیزی که شما مینویسید باید خانه باشه. حالا قرار نیست که نمیدونم مثلا چین باشه خیلی قشنگ مثلا بنویسیدش، نمیدونم فونت فلان بنویسید، نه،
فقط خانا باشه، نچسبونیدشون به هم دیگه، تو هم ننویسید، فاصله های بین واژه ها رو رعایت کنید. اینها بعضی ها خوب خیلی آماده میشن، اما تو این جور مسائل کوچولو خراب میکنن. مثلا همین شما حواستون باشه همچنین کسی نباشید و شما همچنین ایرادت کارتون نباشه. و پاسخاتون رو در پایان چک کنید، دوباره چک کنید که مطلبی رو از دست نداده باشید، یه وقتی اشتباه کوچولویی نکرده باشید که همه امتیاز رو از دست بدید، بعد اون وقت دوازه بخواید دوباره وقت بذارید که دیگه هیچی اوکی وقتی نمیمونه، فقط ده دفعه وقتی جا بجا کنید، باز نگاه کنید ببینید که من اینجا مثلا اینجا آپاستروف اس رو نذاشتم، اینجا این نذاشتم، اون نکته های کوچولو رو بهش اضافه کنید که دیگه باید برگر رو تحویل بده. اوکی کانجانکشن، از کانجانکشن ها فقط از اند استفاده نکنید. قرار نیست هر جمله رو با اند بچسبونیم به هم دیگه، هی بگیم این اند، اون اند، این اند، اون اند، این همه رو با اند یا همه رو با بات یا همه رو با نمیدونم ایف به هم دیگه وصل کنیم. کانجانکشن های مختلف رو یاد بگیرید، نمیدونم شکلاش رو عوض کنید. اگر اینجا توی این جمله ایف رو آوردید، جمله بعدی رو با ایف دیگه نیارید، جمله بعدی رو با فاینالی بیارید، جمله بعدی رو بگید after all، جمله بعدی رو بگید another reason، نمیدونم مختلف باشه، شکلهای متنوع باشه. حتی اگه مثلا although به نظرتون چیز خیلی قشنگی هست، قرار نیست همه جمله هاتون رو با although بگید. although قشنگه، یک بار استفاده کردید کافیه، دفعه بعد بگید even though، دفعه بعد بگید نمیدونم چیزای دیگه. از جمله ها رو با شکل های مختلف به هم دیگه وصل کنید، نه فقط یه شکل. اوکی اما برای پیشرفتتون، برای پیشرفتمون باید چیکار کنیم؟ من میخوام پیشرفت کنم توی قضیه، میخوام یه مقدار بهتر بشه، مثلا ریدینگ هم، رایتینگ هم، یا هر چیزی. هیچ معجزه ورد نمیدونم تزریق یا هیچ چیزی وجود نداره که دنبالش باشید. برای بهتر شدن ریدینگ جاست رید، مطالعه بخونید. برای بهتر شدن نوشتنتون بنویسید، برای بهتر شدن صحبتتون صحبت کنید، اون کار رو تکرار کنید و بهش تسلط پیدا کنید، ادامه بدید، این کار رو انجام بدید، ازش نتیجه میگیرید. تکرار تکرار تکرار، هر بار که انجام بدید تجربتون بیشتر میشه، هر بار که انجام بدید نکته های بیشتری رو به دست میارید و آماده تر و آماده تر و آماده تر میشید و ازش نمره خوبی رو هم به دست میارید. این رو مطمئن باشید، با این دید، با این فکر برید جلو و حتما موفق میشید. اگر پرسشی باز داشتید، اگر خواستید که حالا بیشتر در رابطه با آیلتس صحبت کنیم، اگر پرسش شما در رابطه با آیلتس هست، نکته هایی رو میخواید یا هر چیزی، یا میخواید فقط در رابطه با رایتینگ یا یه قسمت مثلا بیشتر توضیح داده بشه، هر چیزی مثل این، با من در تماس باشید، با هم دیگه بیشتر میریم توی جزئیات این قضیه. این یه معرفی کلی بود از این قضیه، امیدوارم که مفید بوده باشه و بهتون یه سرنخ‌هایی رو داده باشه. تا ویدیوی بعدی که حالا فکر می‌کنم ویدیوی کانجانکشن هم هست، آره ویدیوی بعدی مون که کانجانکشن هست، بدرود و شما رو توی اون ویدیو می‌بینم و آرزوی من موفقیت شماست. پیروز باشید دوستان، تا اون ویدیو بدرود.